سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو درباره اوضاع فاجعه بار غزه هشدار داد و تاکید کرد که وخامت وضعیت امنیت غذایی در غزه به مرحله حادی رسیده و در پی کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت، ساکنان نوار غزه به ویژه شمال غزه در آستانه خطر قحطی قرار داشته و جان کودکان و سالخوردگان در این منطقه به خطر افتاده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. با ادامه جنگ در غزه، کارشناسان امنیت غذایی نسبت به وخامت جدی وضعیت انسانی در این باریکه هشدار می‌دهند. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد هم اعداد و ارقام نگران کننده ای را مطرح می کند که نشان می دهد نوار غزه به آستانه قحطی نزدیک شده است. دکتر عبدالحکیم الوائر، دستیار دبیر کل سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو و نماینده منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقای این نهاد بین‌المللی در این رابطه گفت که وضعیت غذایی در نوار غزه در حال تبدیل شدن از بد به بدتر است. وی با بیان اینکه اکنون 96% از جمعیت نوار غزه در مرحله چهارم اضطراری قرار دارند تصریح کرد در 15 ژوئن 343,000 نفر از آنها به مرحله پنجم وضعیت اورژانسی رسیدند که مرحله قبل از قحطی محسوب می شود. دکتر عبدالحکیم الوائر خاطر نشان کرد جابجایی مداوم مردم بین شمال، مرکز و جنوب، کار رساندن و توزیع کمک ها به افراد آسیب دیده و نیازمند را با مشکل مواجه می کند. وی در ادامه گفت تعداد کامیون هایی که قبل از 7 اکتبر وارد نوار غزه شدند 500 دستگاه بود که 20 دستگاه از آنها برای حمل و نقل نهادهای کشاورزی از قبیل بذر و کودهای شیمیایی که به تامین سبزیجات، تخم مرغ و گوشت کمک می‌کنند اختصاص داده شده بود. به گزارش الوائر، ارتش اسرائیل بیش از 60% از زمین‌های کشاورزی را با عبور دادن خودروهای سنگین از روی آنها و عملیات مستقیم نظامی و بمباران تخریب کرد. وی خاطر نشان کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که بیش از 50% زیرساخت‌های کشاورزی در این باریکه از فعالیت‌های عادی و روزمره بازمانده است. این اعداد و حقایق نشان دهنده وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه است، جایی که جمعیت آن با خطر قحطی قریب الوقوع مواجه است و به نظر می رسد تخریب زیرساخت های کشاورزی و ممانعت از رسیدن کمک های غذایی به شدت بحران را تشدید می کند و نیاز به مداخله و کمک های فوری بین المللی به منظور نجات جان غیر نظامیان در این باریکه دارد. از عماد گلی سرمی، پژوهشگر تاریخ و سیاست و کارشناس اقتصاد اسلامی از قم، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای گلی سرمی، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای سرمی، چه راهکاری برای حل مشکل مردم غزه و نجات آنان از وضعیت موجود وجود داره و جامعه جهانی در این زمینه چه وظیفه‌ای بر عهده داره؟ بفرمایید. درسته، صحبتی که میشه درباره غزه اشاره میکنه به این موضوع که ما باید کرامت انسانی رو مد نظر خودمون قرار بدیم. کرمنا بنی آدم که در عبارات و روایت‌های دینی خودمون اومده. حالا اگر بخوایم این رو مد نظر قرار بدیم و جلو ببریم، باید یک آگاهی عمومی نسبت به آنچه در غزه می‌گذرد ایجاد کنیم. یعنی این مشکلات مردم غزه رو فریاد بزنیم و سختی‌ها و مشکلاتشون رو به گوش تمامی آحاد مردم جهان برسونیم تا یک جنبش حقوق بشری از این رو بتونیم ایجاد کنیم برای احقاق حقوق حقه مردم غزه. بله، با تشکر از عماد گلی سرمی، پژوهشگر تاریخ و سیاست و کارشناس اقتصاد اسلامی از قم که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.